این پول یگانه واسطه است که مردم دهه مرزیش را با مرکز پیوند می‌سازد و آن هنوز 30 سال پیش از جانب خود ساکنان این دهه ساخته شده است. ولی تا چند روز پیش این پول زیر آب مانده بود، زیرا به سبب آمدن سیل کلان از این جانب یرج فرامانده و این آب را به بلندی ها برآورد و این پول تا چکوری 3 متر از آب قرار داشت و مردم مجبور بودند که توسط قایق ها یا خود واسطه های آب گذر به این دهه می گذشتند و لوازمات روزگارشان را می آوردند. و ببینید هنوز هم این آب تا پول می رسد و مقامات همیشه وعده می کنند که این پول را نو می کنند، ولی هنوز هم با وجود آمدن چند سیل ها این وعده آنها عملی نگریده است. خاله آیجان شبه که در دهه سیل آمد، شوهر بیمار و نبیره هایش را گرفته به فراز کوه پناه برد. نبیره ها از فرزندان مهاجرش در پرستاری او هستند و شوهرش چند سال باز با سکته مغزی گرفتار است و مستقلا راه نمی رود. همه گرفتن کوه با بروم را. بعد من گرفتی بیرون برابر خر آورم در خر سوار کرد برابرم. میده میده. و بالا یه ماهی سال با فرام نامیدم. حولی آنها در سیل راه قرار دارد و دایم در تشویشند. سیل فرایی امساله 300 درختی بزرگ سالشان را برده، نصف خانهشان را ولنگار کرده است. همیشه به درست خواب ندارم، میبرم امی سای فنرختی نگه میکنم، بعد درم دایم اینه بیرو خود شد. سیل نبیاد و نگرن نبره بچه کچی با. دهه مرزیج 200 کیلومتر دورتر از دوشنبه جایگیر است. از پایینی دهه رود یغناب میگذرد که پلی بالای او یگانه وسیله پیوند به مرکز است. بیش از یک ماه آب دریا پل را فرو برد که رفت و آمد را به دهه مشکل گرداند. مردم مواد غذایی را با خر از دوری 6 کیلومتر توسط کوه ها و با زورق ها میکشاندند. از میان دهه سیل راه میگذرد که تشویش دهه اصلا از آن است. سیل فرایی امسال تقریبا 12 گکتر زمین کشت را نابود کرده و ده ها منزل و نقلیات مردم زیر آب و یرج ماندند. المراد خلمرادوف ساکن 60 ساله مرزیج 3 نقلیات شخصی و 2 توقفگاه نقلیاتش را از دست داده است. از زیر یرج آهن پاره های نقلیاتش را فقط توانسته است بیرون کشد. من همین ماشین، من همین گراجو چند تایی همین از من بود. اینجا دا کمزدی سمسوال، شیرولید بلیزر، از همین مهاجرت اووردنی فرزندوی من بود. نمیدونم که اکنون این خدمتی فرزندوی من چی میشده باشد. حکومت نوحیه گفتن که اگر اینو گسترخی پیشکید اختیاران کردگی باشد، با این جبردی دوی بکاله میگیریم، نباشد نی. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده که در برطرف کردن این آفت طبیعی نیز شرکت کرده است، تخریب شدن مال و خانه های ساکنان را به بی‌مسئولیتی آنها ربط می‌دهد. در دوام 4 ماه 5 ماه در این منطقه 4 مرتبه سیل آمدگی. یگون کس خبر نداده است. یگون کس خبر نداده است. یگون عدد تکنیکای اون طرف دریا به نگذاروندن. از پرابلم از چه پرابلم که مو یگون نمود اکسکاواتور بولدوزر و ایتار گذاروندن نتوان استودیم. اگر گذارونیم پرابلم نمیشود، لیکن نشده استود است. ساکنان از مقامات میخواهند که پلی بالای رود یغنام را دراستر و بلندتر کنند تا زیر آب نمانند و مردم در حالت اضطراری بتوانند سری وقت دهه را ترک کنند. امید دارند که تا فصل سرما مقامات این مشکل آنها را حل میکند.